خب مملکت به فنا دارید، به فنا دارید. آقای صوفانی اجازه بده من تموم شد، 30 ثانیه بعد میشینم حرفاتو تموم کنم. میگی چی به مردم میگی؟ یکی تو میگی نمیدونم فلان، یکی میگی آخه داری چرت و پرت داری میگی، برادر من داری چرت داری میگی. میگی چون اینا میزنن منم میزنم. من کی گفتم میزنم؟ من کی گفتم چون اینا میزنن منم میزنم؟ داری چرت میگی برادر من. اصلا همچین صحبت من کجا چه حرفو زدم؟ شما گوشات یه صافکاری رنگ ببر اون وقت خشنگ گوش کن ببین من چی دارم میگم. باشه من اونا میگم من کی گفتم اگه اینا میزنن؟ اجازه بدید من کی گفتم؟ من کی کسایی که رأس کارن هم میبینی میتونستید صحبت کنید باهاشون؟ اجازه بدید آقای میکه من انقدر خاموش نکن حمید فردی، من دارم صحبت کنم میگه منو خاموش نکن. آخه دارن چرت و پرت دارن میگم. من کی اومدم گفتم اونا میزنن منم میزنم؟ من کی چه حرفی زدم؟ من کی گفتم مقامات ایران دوستای منم میچسبونید به من؟ همینجوری میچسبونید شما دیگه. آقازاده همینجوری چسبونید به من. من کامل همه رو گوش دادم، من کامل همه رو گوش دادم. 100 هزار تومان بیشتر پول نداره. خب برای چی 100 هزار تومانشو میذاره توی قمار میوازه؟ اگه 100 هزار تومان پول داری تو جیبت بیا 1000 تومانشو بذار. یه مقصر من یا امثال من نیستم که بگن که آقا این آقا رو اومده 100 هزار تومانش تو مقصر شدی که 100 هزار تومانشو باخته. قمار همه جای دنیا آقای وحید هست، همه جای دنیا هم آزاده و همه جای دنیا هم کار میکنن، چه آنلاینش چه کازینوش. رفتی به خیانت و جنایت نره. اگه از امثال مثل شما یه سری دیدگاه خیانت و جنایت، بعد از امثالش مثلا شما بگید کلاب داشتنم خیانت و جنایته، نمیدونم پارتی گرفتن خیانت و جنایته، دو خانم ها بدون حجاب برن بیرون خیانت و جنایت، این افکار شماست. اگه شما اینجوری میگی دلیل نمیشه خیانت و جنایت باشه. کازینو همه جای دنیا هست، همه جای دنیا هم آزاده، همه جای دنیا هم دارن بازی میکنن. اون بچه‌ای که میره جیب مامانشو، اجازه بده، اون بچه‌ای که میره جیب باباشو میزنه، کارتشو میزنه، میره تو کازینو بازی میکنه، میوازه، باز مقصر پدر مادرشون که چنین بچه‌ای تربیت کرده که بره جیب بابای خودشو بزنه. به من چه ربطی داره که اون بچه اومده پول باباشو براش زده اونجا باخته؟ مرسی ساشا جان، من یه نکته بگم. آخه یه جوری میگه خیانت و جنایت، واسه شما خیانت. ساشا جان یه لحظه یه نفس بگی شما. همین جان بفرمایید. نظرشون دارم میگن و اینکه گفتش که من اومدم و لایو شما رو دیدم، از دید من آقا وحید و بقیه دوستانی که دارن کار خبرنگاری میکنن، شما داره یک ارزش خبری هستید. همین فری اجازه صحبت من تمام بشه. خیانت و جنایت، همین ساشایی که شما میگی خیانت و جنایت، الان تو کشور اسپانیا یکی از بزرگترین آرتیست‌های موزیک اینجاست. عکس من و پلتفرم‌های بزرگ دنیا مثل اسپاتیفای، پلتفرم‌های پخش موزیک اسپاتیفای که تا حالا واسه هیچ ایرانی چه از ابیش گرفته تا هیچ ایرانی نزدن، تو کل اسپانیا بیلبوردای منو زدن با خفن‌ترین خواننده‌های لاتین دنیا به زبان اسپانیش. همین آدم خیانتکار و جنایتکار داره میخونه. خب این آدم پرچم ایرانو برده بالا، میگن این پسره که ایرانیه دمش که اومده تو یه سال داره با آرتیستای خفن دنیا داره رقابت میکنه و اسپاتیفای اسپانسر شده و بیلبورداشو زده. همین آدم خیانتکار و جنایتکاری که شما دارین میگی. خب من یه نکته بگم بعدش هم دوستان دیگه هم صحبت بکنم. ببینید ساشا جان، از دید خبرنگارها شما داره یک ارزش خبری واسه یک رسانه ها هستید. چرا؟ چون ما در ارزش خبری یک چیزی داریم به اسم شهرت. افرادی که دارای شهرت و معروفیت و مشهوریت باشن دارای ارزش خبری میشن واسه خبرنگارها. اگر یک خبرنگاری میاد صرفاً و لایو شما رو میبینه یا حتی شما رو فالو میکنه، دلیل بر این نیستش که شما طرفدار شما باشه یا از لایو های شما بخواد لذت ببره. شاید میاد که فقط فالو بکنه که بتونه سوژه خبری خودش رو یا تفکر خبری خودش رو شکار بکنه. اینو گفتم که واقعا عدالت باشه. آقا اردوان بفرمایید، بعدش هم خانم موسوی. آقا اردوان بفرمایید. ما که مملکت رو، خب مملکت به فنا دارید، به فنا دارید. آقای صوفانی اجازه بده من تموم شد، 30 ثانیه بعد میشینم حرفاتو تموم گوش بده. ساشا جون اجازه بده بذار بفهم. دومش اینه، اون کسایی که توی لایو میاره یا و اون حرکت ها میفته، اونم شبیه اون بنزین است که خودش آتیش میزنه. اون داره خودش شما چرا این لایو بارم میدیدیه؟ ندیدم، من شنیدم. من که نمیدم. آه شنیدی، شنیدی. مرمارو نهیدی یعنی میپاری تو صحبت های من نمیذاره حرفم رو تموم کنم. اون داره خودش رو بدبخش میکنه. شما باید کمک کنید به بدبخش شدنش. اون دیگه من میخوام این کار بکنم، شما باید کمک کنید. نه این اشتباهه، ببخشید. اصلا میگم افکارا کاملا با هم دیگه فرق داره. طرف میگم دنسره. خب شما و امثال شما جامعه رو یه جوری کردید که اون
دنسر نتونه بیاد برقصه هنرشو نشون بده. حالا من دارم بهش خیانت و جنایت دارم میکنم، اون دنسر آوردم تو لایو و رقصه یعنی میشه. من حرف منو داری برمیگردونی؟ من خودم اینجا زنده و حی و حاضرم، میگم تو با آوردن اون آدم ها داری جنایت میکنی در حق نوجوان ها، در حق بچه ها داری جنایت میکنی. خب آقا من صحبت کنم نوبت هم بود آقای اسکندری بفرمایید. بله خیلی ممنونم. من اول در پاسخ به چون شما لطف کردید من رو پینک کردید و بعد رو من بالا آوردید در باید اینکه پشت پرده چی کس رو افشا بکنیم، من میگم که تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نافته باشد. بنابراین احتیاجی نیست هر کس اینجا صحبت میکنه معلوم میشه که چیزی در چنته داره و یا استدلالش قوی هست یا خیر. من فقط خیلی کوتاه اگه حرف من رو قطع نمیکنه آقای سوشال صبحانی نظرم رو بگم. ببین آقای صبحانی، من در خارج از ایران زندگی میکنم و سایت های قمار و اینها هم رو هم دیدم. خب نکته ای که وجود داره در مورد سایت های شما این هست که کد هایی که درگاه هایی که این سایت های قمار، امین فردین خودش استادی میدونه، درگاه هایی که پول رو برداشت میکنن از سایت های ایرانی، اینا اوورراید شدن. یعنی شما میرید طرح شاپرک رو اگه ببینید، ببین شما میاد پول ها رو از داخل ایران خارج میکنین به هر دلیل. اینکه کسی میخواد بازی کند یا نکند یا ببازد یا نبازد مهم نیست، بحث این است که کلی آدم سلبریتی و معروف میان تبلیغ سایت قمار میکنن، اما تبلیغ فول تیلت میکنن، پوکر 365 میکنن، بت 365 میکنن، سایت هایی که از هزار آدیت و ویرایش اون دولت ها و حکومت ها گذشته، سایتی که تبلیغ میشه توسط سلبریتی ها، من شما رو نمیدونم تبلیغ میشه این سایت، این یک چیز امنیتیه، کشور وارد جنگ میشن بابت با هم دیگه. سیستم بانکی و مالی ایران رو داره تضعیف میکنه. به چه طریقی؟ شما یک فیشینگی دارید، یک درگاهی دارید که این درگاه میاد درگاه بانک ملت رو یا بانک ملی رو یا بانک صادرات رو یا هر بانکی که هست رو میاد یک برنامه روی اون مینویسه، متخصص اینجا هستن میتونید ازشون بپرسید و اون پول رو از ایران خارج میکنه. حالا صرف اینکه پول از ایران خارج بشه نه بحث دیگری است، بنابراین نوع و هیچ گونه نظارت مشخص و دقیق وجود نداره. شما بنده در سایت عرض میکنم، در یک سایت من رفتم پوکر بازی کردم، شناسنامه من رو میخواد، آیدی من رو میخواد، قوانین رو باید تیک بکنم، حساب باید معرفی کنم، آدرس باید بدم و بعدن بعد از مدتی که من تایید شدم به من اجازه ورود میدن. نه اینکه یک جوان 16 ساله بیاد صرف یک تبلیغ که دیده ازم خورده نمیگیره. اگر خورده به شما گرفته میشود بابت مدل و نوع این سایت های قمار هست، و اگر نه هر کسی مجاز است بره و زندگیش رو در قمار ببازد یا نبازد. آقا روزبه خیلی ممنون جواب فردی بایزد. آقا روزبه من به شما بگم، نه من سایت دارم نه اصلا بلدم سیستمش چجوریه. اولا همینه که داریم میگه همه پرداختاش تو ایرانه و بانکای ایرانن. خب مثلا در جریان نیستم، اگه مشکل است ایران باید بانکاشو ببنده که بازه داره تو ایران کار میکنه. به ما یه لینک میدن، خب من یه بار یه سایت هم تبلیغ نکردم تا حالا 4-5 آقای صبحانی، آقای صبحانی اون لینکی که شما میگید اجازه بدید، اون لینکی که شما میگید لینک فیشینگ، این داره اجازه بده داره... نه اجازه بده، خودم توش بازی کردم پول بردم، به موقع پولمو دادم و اون تبلیغم کردن. البته تا اینجا صحبت شما نه من دیگه پشت پردش دیگه چیه، ولی میدونم اونجا بازی کردم پولم هم گرفتم و خیلی های دیگه یه سری ها بله تو قمار میبازن، خب تو قمار میبازن، یه سری ها میبرن. اونایی که میان میبرن نمیان بگن وای ما بردیم، من امروز 100 میلیون بردم. من کسی رو میشناسم با 1,340,000,000 تومان پول برد، با 1,340,000,000 تومان پول برد. اون نمیاد همه جا جار بزنه وای من بردم، برای اون که 1,000,000 بزنه 1,000,000شو ببازه، میاد یه پول منو خوردن سایت فلان بود وای بدبخت شدم. خب آقای صبحانی شما همه چی که قمار چیزی که آقای صبحانی شما که تو خارج از کشور زندگی میکنی، از شما بعید بانک های اجازه بدید نوبت بقیه هم برسه. خیلی خوب، من سکوتم انگار اینجا راستشم بذار من مدیریت کنم. والا آقا روزه ما نفهمیدیم شما این وری اون وری، یه دونه به این میزنی یه دونه به اون میزنی یه دونه چپ میزنی یه دونه راست میزنی، خب یه حرف میزنی، خب شما تا آخرش گوش بده جایی روز بذار من این رو کنم. امینجور یک 30 ثانیه 30 ثانیه بخواه
حرف من آخه علمی هم حرف نمیزنی. من چند وقت پیش دو روز پیشم یه گروه زده بودم موضوع گفتگوی بحث گفتگوی مسئولین ایران با آدمای خارج از کشور، اونجا هم علمی صحبت نمیکردی. کجا من علمی صحبت؟ آقای ساشا صبحانی لطفاً یه خورده آروم‌تر آقای روزبه اجازه بدید. اینجا دعوا نداریم با هم دیگه. اگه هفت دعوا نداریم ایشون حرف من قطع میکنه. آقای ساشا صبحانی بعد میگم شما همینجوری رگباری داری میگی دیگه. بفرمایید الان من بگم. آقای ساشا صبحانی، بانک هایی که در ایران تابع قانون جمهوری اسلامی هستن اگر بتونن دسترسی این سایت ها رو قطع میکنن. این سایت ها آدرس هاشون دائم عوض میشه، به این میگن فیشینگ. امین فردی خودش میدونه. اگر بدونن که اینو مسخره کنن که برادر من فردی خودش میدونه. خب ببین شما خیلی خوب، من میخوام که امین اتفاقا بگه، چون شما دارید خیلی تفاوت صحبت. اجازه بدید در مورد شخصیت من، کاراکتر من، امین فردی من میشه بغلش خود امین فردی نه تطبیق سایت میکرد یه زمانی. ایرادی نداره، هیچ ایرادی نداره که امین فردی هر کسی که تبلیغ سایت بکنه. من درباره نوع فعالیت اون سایت و قانونی بودن و عدم شفافیتش گفتم. شما من هیچ وری نیستم آقای ساشا صبحانی، من یک ایرانی هستم و و همین رو بس. اینجا هم دعوت شدم که اومدم صحبت کردم. خیلی ممنونم از شما. ممنونم آقا روزبه. من این نکته بگم، من کاملا با این الان که واژه فیشینگ آقا روزبه فکر کنم که واژه درستی نباشه، چون فیشینگ مربوط به دور زدن سیستم بانکی میشه که بتونن حسابای بانکی رو هک بکنن. الان با توجه به اینکه بتونن حسابای بانکی رو هک بکنن، الان با توجه به اینکه بانک های ایران رمز دوم یا اصطلاحا رمز پویا رو فعال کردن، دیگه پدیده ای به اسم فیشینگ یا هک کردن حسابای بانکی دیگه از بین رفته. حالا دوستان که من داخل ایران 4 5 ساله نبودم، ولی چیزی که شنیدم اینه که چون رمز دوم گذاشتن دیگه فیشینگ صورت نمیگیره. اما اینکه توی ایران حالا میخوام چند تا بحث رو باز بکنم، بقیه دوستانم صحبت بکنم. توی ایران وقتی یه بچه 13-14 ساله میاد